بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله سبحانه وتعالى على منه وكرمه وإحسانه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرامی، در هر کجای که هستید و در این لحظات دارید تصاویر ما را به صورت مستقیم و زنده مشاهده میکنید، خدمت تک تک شما عزیزان و ارجمندان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که از نعمات بیکران الهی بهره‌مند بوده باشید. با برنامه دیگری از سری برنامه های بازسازی اندیشه بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. به اجازه شما خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح، کارشناس برنامه نیز عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد فاتح، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشی از دنیا که هستند عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما استاد گرامی هستم. سلامت باشین جناب استاد. خب بینندگان گرامی، در آخرین قسمت برنامه بازسازی اندیشه پیرامون برخ از صفات که به الله جل جلاله در تورات تحریف شده نسبت داده شده صحبت کردیم و انشاءالله در این برنامه به یکی دیگر از منابع یهودیت که تلمود است و در برنامه های گذشته پیرامون آن به صورت کوتاه و گذرا اشاراتی داشتیم، در این برنامه انشاءالله پیرامون تلمود و پروتکل های بنی صهیون به صورت مفصل تر صحبت میکنیم. اما اجازه بدید که آنچه که در برنامه گذشته در ارتباط به آن صحبت شد در رابطه به آن اشارات کوتاهی داشته باشیم، که البته واقعا در برنامه گذشته از آنچه که از خلال کتاب مقدس نمایش دادیم خیلی ها مضحک و افتضاح بود که از چی دین برخی انسان ها پیروی می کنند، دینی که به الله تعالی صفات بشری و حتی پایین تر از صفات بشری را نسبت می ده و همچنین به انبیا و پیامبران الهی. خب دوستان گرامی، در برنامه گذشته در رابطه با صفات الله جل جلاله گفتیم که در تورات تحریف شده صفات را به الله جل جلاله نسبت دادن که سزاوار حتی فرد عادی و بشر عادی نیست. از آن جمله صفت خستگی و یا ماندگی را به الله جل جلاله نسبت دادن و این موضوع را از سفر پیدایش باب دوم و فقره دوم در برنامه گذشته نشان دادیم و همچنین صفت جهل که از سفر پیدایش باب سوم و فقره هشتم به نمایش کشیده شد و همچنین صفت ندامت یا پشیمانی که از خلال سفر خروج باب 32 و فقره 14 به این موضوع نیز اشاراتی داشتیم و همه این نکات را مستدل و مستند از خلال کتاب مقدس نشان دادیم. و اما در رابطه با برخی اتهاماتی که علیه پیامبران الهی
در تورات تحریف شده وارد شده و اعمال و افعال زشت را به عده از پیامبران نسبت دادن، نیز از خلال باز هم از خلال عهد قدیم همون 5 سفر نشان دادیم. در سفر مثلا در سفر تکوین باب 9 و فقره 20 گفتیم که به نوح علیه السلام علیه بالله نوشیدن خمر و همچنین لخت شدن در خیمگاه را نسبت دادند، و در سفر پیدایش باب 19 فقره 30 بلوط علیه السلام نیز یک فعل شنیع را که حتی فرد عادی از ارتکاب آن عبا می‌ورزد نسبت دادند، گویا اینکه العیاذ بالله لوط علیه السلام با دخترانش فعل بد زنا را انجام داده باشه. و همچنین با داود علیه السلام را متهم کردند که فعل دور از فطرت را با زن یکی از سربازانش انجام داده. و این موارد را، البته این موارد اخیر که داود در رابطه با داود علیه السلام بود، را از سفر شموئیل 2 باب 11 نشان دادیم و میتونن کسانی که دم اهل تحقیق هستن مراجعه کنن. و همچنین در رابطه با سلیمان علیه السلام که گفتن با زنان مشرکه و بت پرست ازدواج کرده و حتی یک جا با آنان بت ها را پرستیده، نیز از خلال سفر پادشاهان باب 11 نشان دادیم. خب دوستان گرامی، این بود برخی از نکاتی که در برنامه گذشته به آن اشاره نمودیم، و واقعا بنده خیلی وقت این معلومات را برای نخستین بار شنیدم، خیلی باهزده شدم و خیلی حیران شدم که این چه دینی است که برخی ها میپرستند و برخی ها هم خود را اهل خرد و اهل دانش و اهل پژوهش و تحقیق مینامند و باز معتقد به چنین دین و چنین باوری هستند. حالا میپردازیم به منبع و مصدر دیگر از منابع دین یهودیت که همانا تلمود است. جناب استاد عبدالرحمن فاتح، استاد گرامی، اگر میشه در ابتدا، گرچه ما قبلا در برنامه‌های گذشته یک نگاه کوتاه به تلمود داشتیم، اما چه بهتر است بار دیگر به تعریف تلمود بپردازین و همچنین تلمود چه وقت تدوین شد؟ جناب استاد، حقیقتاً همچنان که میدانین دین یهود، چنانچه ما در برنامه های گذشته هم به صورت مجمل یا به صورت بسیار گذرا صحبت کردیم و خلاصه پیرامون آن توضیح دادیم، برخی از مناهج و مصادر دینی و تشریعی داره و برخی از مصادر و مناهج منهجی داره. آنچه که به دین آنها و به شریعت آنها مرتبط میشه کتاب مقدس یا همان تورات هست، تورات و ملحقات آن که با آن عهد قدیم میگویند. ما پیرامون آن صحبت کردیم و تحریف آن هم صحبت شد و این در نزد همه فرق یهود مورد اعتباره. همه فرقه های یهود تورات را قبول دارن، بله. تورات را قبول میکنن و همچنین یعنی ملحقات تورات را هم قبول دارن فرقه های یهود. به دنبال آن، جناب استاد، کتاب تلمود هست و ما در مورد تلمود اگر خواسته باشیم صحبت بکنیم، حقیقتا تلمود عبارت از همان شرایع و تکرار شرایع هست، تکرار شرایع هست که به تعبیر برخی از فرق یهود که با آن به هر حال اعتماد قائل هستند و با آن اعتماد می کنند، می گویند که تلمود همان چیزی است که بر موسی علیه السلام در طور سینا نازل شده. حتی این رو هم تا به این حد هم برخی از فرق یهود به این اکتفا می کنند، یعنی متن که تلمود را میگن که از جانب الله سبحانه و تعالی برای موسی علیه السلام فرستاده شده و در نزد آنها مورد اعتباره. و تلمود عبارت از همینه، عبارت از شرایع و عبارت از قوانینی که به تعبیر اونها از جانب الله سبحانه و تعالی برای موسی علیه السلام فرستاده شده. اما این تلمود، جناب استاد، عجیبه که یعنی 15 قرن بعد از میلاد مسیح علیه السلام، یعنی در این سالهای میشه گفت یعنی چند قرن پیش، یعنی 5-6 قرن پیش،
توسط یک از خاخام های یهودی جمع‌آوری میشه. این جمع‌آوری میشه که در حقیقت نوشته هایی که از قرن دوم یا میشه گفت در اواسط قرن سوم میلاد جمع‌آوری میشه تا قرن پنجم اینها را دوباره جمع‌آوری میکنه و در یک کتاب اینها را جمع میکنه و در حقیقت میشه کتاب تلمود. یعنی این قوانی، این تلمودی که گفتین عبارت از قوانین و شرایع، از ابتدا تدوین نشده بود یا اصلا تدوین نشده و فقط به صورت شفاهی بین حاخام های یهود رد و بدل میشد؟ جناب استاد، اگر شما کل همین کتاب مقدس و به خصوص مثلا عهد جدید را زیر و زبر بکنین، چیزی به نام تلمود در اونجا نمیبینین که مثلا الله به موسی گفته باشه که من این را هم برایت میدم، این تورات و این هم تلمود. همچون چیزی وجود نداره. این به هر حال حتی برخی از پژوهشگران و برخی از کسانی که در این مورد یعنی آشنایی دارن میگن که این حقیقتا نوشته برخی از خاخام های یهودی است که در طول سالها زحمت کشیدند و به زعم خودشان و به گمان خودشان شرح بر تورات نوشتند. شرح بر تورات نوشتند. به همین واسطه که گفتیم یعنی برخی از فرق یهود این را انکار میکنن، چون ما باز در بخش فرق که برسین این یهودی ها از خود فرقه هایی دارن. مثلا فرقه ای که مشهوره که امروز هم زیاد هستن و در گذشته هم زیاد بودن، فرقه فریسیون میگن به اینها. این طائفه و این گروه و این فرقه به این کتاب تقدس میدن و حتی گفتیم به سرحدی با آن تقدس میدن که میگن این از جانب خدا برای موسی علیه السلام خود تلمود یعنی متن تلمود فرستاده شده. چون باز وقتی که خواسته باشیم بخش های تلمود را مطرح کنیم، باز اونجا میفهمیم و مورد توجه قرار میگیره که این تلمود تنها بخش متن نیست، بلکه از خود شروعی هم داره. این یعنی تعریف کوتاه و موجز میتونه باشه از تلمود و همچنین از نشأت این که در چی زمان این کتاب به وجود آمده و در دسترس یهودی ها قرار گرفته. پس قسمی که شما اشاره کردین جناب استاد، تلمود فقط در نزد یکی از فرقه های یهود فریسیون گفتین، فریسیون در نزد اونا معتبر و مقدس است. بقیه فرق و گروه های یهود به تلمود باور ندارن، انکار میکنن. بله انکار میکنن، قبول ندارن. خب بیاین وارد شویم به خود تلمود، که کتاب تلمود به صورت کلی از چه بحث میکنه؟ آیا به صورت فصول است، اجزا است، ابواب است؟ میشه یک معلومات مفصل بتین؟ چون ما در برنامه قبلی هم اشارات کوتاهی داشتیم، اما میخوایم در این برنامه به صورت مفصلتر روش صحبت کنیم. جناب استاد، کتاب تلمود عبارت از دو بخش است. یک بخش متن کتاب هست، یک بخش تفاسیر یا تفسیر کتاب هست. متن که به آن مشنا میگویند، متن به آن میگویند مشنا. مشنا، بله. این مشنا حقیقتا همان متن است و در برابر کلمه مشنا واژه عبریست، بله، به معنای معرفت معنا میده، به معنای معرفت و شناسایی معنا میده، بله، یا به معنای قانون دوم معنا میده. به معانی مختلفی به آن گفتن. و خوب. این کتاب مشنا حقیقتا متن تلمود هست. متن تلمود هست و گفتیم به معنای لغت عبریست، لغت عبریست که به معنای معرفت معنا میده. معرفت. در برابر آن کتاب یا میشه گفت شرح این مشنا هست که به آن گمارا میگویند، به زبان فارسی اگر بگین، یا به زبان عربی به آن جمارا میگن، یا به زبان فارسی بگین گمارا میگن. گمارا که شرح این مشنا هست. و حقیقتا این شرح هم جناب استاد توسط خود علمای یهود شده و علمای یهود این را شرح کردن و با آن شروحی نوشته کردن برخی از خاخامهای یهودی. و در کل اگر بگین که این مشنا دو قسم میشه، باز خود مشنا دو قسم میشه. یک مشنا یا همان اصل تلمود اگر بگین، خود متن به دو قسم تقسیم میشه. یک بخش تلمود اورشلیمی است که متعلق به مسائل فلسطین و مسائل دیگه در اونجا مطرح میشه. یک بخش دیگه یا قسم دیگر از این قسم مشنا قسم بابلی است که این بسیار مشهوره. قسم بابلی که امروز هم در دسترس یهودی هاست همان قسم بابلی است که ما گفتیم تا سالهای 500 میلادی تدوین شده و جمع‌آوری شده.
و جناب استاد اگر خواسته باشیم ما به صورت کلی مباحث تلمود را مورد بررسی قرار بدیم که این تلمود از چه موضوعاتی به صورت کلی یعنی به صورت اجمالی اگر خواسته باشیم صحبت بکنیم. اگر یادتان باشه ما در کتاب مقدس و به خصوص در عهد قدیم یا در تورات گفتیم که مثلا دارای اسفار هست، بله، سفر خروج سفر پیدایش هست، خروج هست، لاویان هست، اعداد هست، تثنیه هست، یوشع هست، الی آخر، یعنی پنج سفری که از حضرت موسی به تعبیر اینها تورات هست، همین پنج سفر اول پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه که بعدن باز یوشع میشه و بقیه اسفار در اونجا ذکر میشه و یادآوری میشه. ما در اینجا باز به شش بخش برخورد میکنیم با کتاب تلمود که با آن سدر میگن. ما در اونجا میگفتیم سفر، در اینجا هست سدر. 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 یعنی با شش بخش گفتیم؟ بله، شش سدر داره. شش سدر داره. مشنا شش سدر. بله، مشنا. و این شش سدر جناب استاد باز از خود مباحثی داره و رساله هایی داره. یعنی مجموعاً رسائلی که در این مشنا و در این ضمن این شش سدر وجود داره 63 رساله هست. 63 رساله که ما آنها را به صورت کوتاه صحبت میکنیم در مورد آن که در چی موضوعات صحبت میکنه. حالا فقط اشاره کنیم، بله، بله، اگر خواسته، بله، باشیم. اگر ما مثلا در شش بخشی که به زبان عبری که حقیقتا به آن شش صدر میگن به اینها به هر کدام به زبان عبری اشاره بکنیم و معانی هر کدام را هم بگین، مثلا شش بخشی که داره، اول زرائم هست، زرائم به معنای دانه ها. زرائم کلمه عبری است، عبرانی است، به معنای دانه ها. و این زرائم یعنی دانه ها، حبوبات مثلا، بله، که ما بگیم حبوبات، برامون حبوبات صحبت میکنه. بله، 11 رساله داره جناب استاد. این زرائم یعنی بخش اولش یا صدر اولش که زرائم هست دارای 11 رساله هست. در این رسائل پیرامون مسائل کشاورزی صحبت میکنه، پیرامون غذاها صحبت میکنه، پیرامون سرزمین فلسطین و مسائل متفرقه دیگه در مورد آنها حرف میزنه. بله. قسم دوم یا صدر دومش صدر موعید هست. موعید که به معنای جشنها معنا میده. این هم کلمه عبریست. شاید از همون اید گرفته شده. ممکن. عربی چون ممکن. خیلی بله. نزدیک است. بله. به معنای جشنها و عیدها که در 12 رساله هست. در این 12 رساله در مورد روز شنبه صحبت میکنه که به آن روز شبات میگن و مناسبت ها و ایدها صحبت میکنه، اعیاد سال که ما انشاءالله به برخی از آنها خواهیم پرداخت. پیرامون این روزهای مقدس در نزد اینها حرف میزنه و صحبت میکنه. این قسم دوم یا میشه گفت صدر دوم تلمود هست که 11 تا در زرائم بود و 12 تا هم در موعید یا جشنها. قسم سوم یا صدر سوم تلمود عبارت از ناشیم. این ناشیم. هم کلمه عبری است که به معنای زنان معنا میده، یعنی پیرامون زنها به صورت کلی صحبت میکنه که در 7 رساله در این مورد صحبت میکنه که درباره مسائل مربوط به ازدواج و طلاق و نذر و قسم و اینها را هم حتی داخل در این مسائل نذر و قسم و اینها هم در این صدر صحبت میشه. صدر ناشیم. صدر چهارم یا بخش چهارم میشه گفت از تلمود نیزاکینه، یا بعضی ها نیزاکین میگن. نیزاکین هم درسته، به معنای ضررها، برامون خسارتها و ضررها صحبت میکنه که این هم در 10 رساله مجموعا جمع میشه. یعنی صدر چهارم کتاب تلمود که عبارت از نیزاکین هست که برامون ضررها و خسارتها صحبت میکنه در 10 رساله است. در این نزاکین پیرامون حقوق مدنی و کیفری، ساختار قضایی، دادگاه‌های حقوقی و کیفری و آیین دادرسی و این مسائل دیگه صحبت میکنه. یعنی این مسائلی که پیرامون خسارت و زیان و ضرر و این مسائل حرف میزنه. قسم پنجم یا صدر پنجم کتاب تلمود پیرامون که معروف است به کداشیم میگن. کداشیم یعنی مقدسات. درباره مقدسات 11 رساله هست. یعنی بخش کداشیم دارای 11 رساله است که درباره معابد، مراسم عبادی، نه مراسم و جشنها، مراسم عبادی و قربانی ها حرف میزنه. پیرامون این مسائل را مطرح میکنه. قسم ششم از اقسام یا از صدری که در تلمود هست
که آخرین قسم هست به نام طهورت معنا میده، به معنای طهورت میگن یا طهورت، طهورت با ثا که به معنای پاکیزگی هاست. یعنی چون میدانین که زبان عبری با زبان عربی نزدیکه، با زبان عربی نزدیکه، بعد به هر حال چون تغییر کرده اینها هر کدام، این زبان در حال تطور فعلا هم تغییر کرده و حالا خب خیلی نزدیک شده به عربی. این طهورت یا طهورت به معنای پاکیزگی هاست. پیرامونه که در 12 رساله جمع میشه، در پیرامون احکام طهارت و نجاسات و این مسائل صحبت میکنه و حرف میزنه. یعنی این به صورت کلی اگر خواسته باشیم جناب استاد، گفتیم که 63 رساله داره و دارای 6 صدر یا 6 بخش هست تلمود، که هر بخشش را هم به صورت یعنی گذرا در مورد آن صحبت کردیم که یک بار دیگه من این بخش ها رو میگم. بخش اگر اجازه بدین این بار ما تکرار کنم که ما یادداشت گرفتیم که درست است یا نه. گفتین از 6 صدر تشکیل یافته تلمود، صدر زراییم که حاوی 11 رساله است که در ارتباط با کشاورزی مسائل صحبت کرده. صدر دوم حاوی 12 رساله است که در ارتباط با جشنها و عیدها، و صدر سوم ناشیم که حاوی 7 رساله است درباره ازدواج و نمیفهم طلاق مسائل، و چهارم نزاکین حاوی 10 رساله است که درباره حقوق و مسائل دیگه، و کداشیم حاوی 11 رساله است و و تهورث یا پاکیزگی یا همون طهارت که صدر ششمیان است و انتهایی چند رساله است؟ 12 رساله. اینها مجموعاً 63 رساله. بله 63 رساله میشه جناب استاد. اینها مجموعاً 63 رساله هست که در کتاب تلمود وجود داره و هر کدام از اینها پیرامون یا هر لایحه ای از اینها، هر صدری از اینها، هر بخشی از اینها باز از خود رسائل داره که پیرامون مسائل مختلفی که ما آنها را مطرح کردیم صحبت میکنه. فکر کنم نیازی نیست که ما پیرامون هر کدام این صحبت بله بله جناب استاد، این به صورت اجمالی بود. یعنی به صورت اجمالی که بیننده عزیز ما آشنایی کوتاه داشته باشه که یعنی این کتاب تلمود دارای این بخشها هست یا دارای این صدرها هست. خب در تلمود گفته میشه که یا کتاب تلمود حاوی مباده و اصولی است که برای غیر یهود خطر ساز است. بله. میشه به اینا هم اشاره بکنید؟ بله جناب استاد، این حقیقتا اگر حتی در همین سالهای نزدیک ببینین، یک بار یعنی دولت فرانسه به این مشکل پی برد. به این مشکل پی بردن یعنی میشه گفت چند قرن پیش پی بردن که ما چیکار بکنیم، چرا مردم دارن با یهودی ها سر ستیز برمیدارن، چرا یهودی ستیزی زیاد شده. بله. بعد دو تا از علمای اینها رو میاره پادشاه همان زمان در نزد خود، به از اینها میپرسه که این کتاب تلمودی که در نزد شما هست قابل اعتبار هست یا نیست؟ میگه بله قابل اعتباره. و هم مسیحی ها واقعا تعجب میکنن، مسیحی ها در اون زمان تعجب میکنن چون افکار بسیار خطرناک پیرامون غیر یهودی داره. و این غیر یهودی میتونه مسلمان باشه، میتونه مسیحی باشه، میتونه بت پرست باشه، میتونه هر کسی باشه. یعنی غیر یهودی وقتی گفتیم همه گروه های دیگر غیر از یهود را در بر میگیره، و شما میدونین که یهودی ها خودشان را منحصر میدانن در قوم بنی اسرائیل و خارج از این کسی دیگر را هم دعوت نمیکنن و لایق نمیدانن، لایق نمیدانن که بیا یهودی بشه، به همین واسطه دعوت نمیکنن اینها، بلکه مسیحی ها هستن که دعوت میکنن. حالا جناب استاد، این یهودی ستیزی که واقعا به وجود آمده، چون برخی از فرامین یا برخی از میشه گفت احکام ضد یهودی و احکام ضد غیر یهودی و احکامی که واقعا ضد بشری است و ضد انسانی است در این کتاب تلمود وجود داره، میشه به برخی از اونها اشاره، میشه از آنها مثلا به برخی از آنها اشاره کرد. اما اجازه بدین قبل از آن جناب استاد، پیرامون تمجید و تعریفی که از خود یهودیان این کتاب تلمود میکنه، برخی از نکات را به خدمت شما اشاره بکنم. بفرمایید. یهودیان در این کتاب نقل میکنن که ما ارواح ما جزئی از ارواح الهی است. یعنی چی؟ و میگن که ما از فرشتگان در نزد الله محبوب تریم. عجیب. بله. حتی میگن اگر کسی یهودی را زد، گویا این که الله را زده، نعوذ بالله. اگر کسی به جان یهودی دست زد، گویا این که با الله دراویز کرده خودش را. و شما شبیه این را در قرآن کریم هم میبینین که الله سبحانه و تعالی میگه و قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه.
یهود و نصارا میگن که ما در پیشگاه الله دوستان الله هستیم و نزدیکان الله هستیم، ما را الله نمی سوزانه و قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدوده. الله متعال هم به این نکات اشاره میکنه در قرآن کریم. حالا در این کتاب تلمود میگن ارواح ما ارواحی است الهی، یعنی جزئی از ارواح پروردگار، نعوذ بالله، به تعبیر خودشان که دهانشان خاکالود بود با این حرفشان، بله، که خودشان را جزء الله میدانند، نعوذ بالله. حالا مسیحی ها میشه گفت که یک آب از اینها شسته ترن، یعنی به تعبیر عامیانه بگین، بله، به خاطر این که مسیحی ها حداقل میگن عیسی فرزند خداست، اما اینها همه خودشان را ارواح الهی میدانند، نعوذ بالله، و میگن که ما در نزد الله از فرشتگان خیلی محبوب تریم و هر کس به جان یهودی دست بزنه گویا این که ذات الهی را نعوذ بالله زده. اینها میگن که ما باید مسلط بر تمام اموال دیگران باشیم، میگن که اموال دیگران باید زیر سلطه ما باشه. این حرف یادتان باشه جناب استاد، بعدا در پروتکل های صهیونی به درد ما میخوره. بله، میگن که یهودی ها باید مسلط باشن بالای مال اموال مردم، یعنی هر نوع اختیاری که خواسته باشن به اینها بکنن. جناب استاد شما دقت بکنین، من از بینندگان عزیز هم میخوام که دقت بکنن در این موضوع. وقتی که ما این مسائل را مطرح میکنیم از تلمود، دقیقاً یعنی برخی از این مسائل جناب استاد در مذهب روافض هم مشاهده میشه، یعنی برخی از این مسائل همین حرفا شبیه این حرفا در کتب اینها هم موجوده. یعنی شما به بحث خمس اشاره میکنید؟ بحث خمس و مسائل دیگری که جناب استاد وجود داره، ما حالا این نکته را گفتم که بحث اموال بینندگان بود. بینندگان عزیز بود. جناب استاد هم میگن باید مال مردم، باید خمس مال مردم در اختیار میشه گفت از این استفاده کرد، ولی جناب استاد من منظورم اینه که به صورت کلی این مسائل را که بعدا ما مطرح میکنیم، این مسائل را بینندگان به ذهن خود داشته باشن و آن چیزی که در مورد در کتب روافض است، به خصوص کسانی که به هر حال خودشان به هر حال خود را رافضی میگن، اینها را سر بدن ببینن که در عقیده و در فکر اینها هم متاسفانه همین چیزها وجود داره که برمیگرده به عبدالله ابن سبأ یهودی. به همین واسطه شما جناب استاد اگر دقت بکنین، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله که واقعا یعنی عالم بزرگوار اهل سنت و جماعت هست، کتاب نوشته در رد مسیحیت، وقتی میای مثلا مسئله پولس را مطرح میکنه که ما بعدا ان شاء الله با اون خواهیم پرداخت، میای همیشه پولس را با عبدالله ابن سبأ یهودی که در دین اسلام هست اینها را با هم مقایسه میکنه، میگه پولس این کار را کرد، عبدالله ابن سبأ یهودی میخواست این کار را بکنه، و میبینیم که تا جایی یعنی عبدالله ابن سبأ یهودی هم خودش را موفق احساس کرده و داخل شده و همان کارهایی که پولس در دین مسیحیت کرد، چون یک یهودی بود، یهودی زاده بود بنا به تعبیر خودش که در نامه‌هایش موجوده در کتاب مقدس و در عهد جدید خودش اعتراف میکنه به این موضوع، میبینیم که جناب استاد جالبه که همان افکاری که پولس داشت که دین مسیحیت را منحرف بکنه، همین افکار را عبدالله ابن سبأ یهودی در دین اسلام خواست وارد بکنه که ما بعدا ان شاء الله به شرح آن خواهیم پرداخت که عبدالله ابن سبأ یهودی چی خواست قبل از آن پولس جدش چی خواسته بود و چی کار کرد. مسئله الوهیت حضرت علی مثلا اگه خواسته باشیم اینجا مطرح بکنیم، مسئله الوهیت عیسی مسیح توسط پولس و خیلی از مسائل دیگه که ان شاء الله با آنها خواهیم پرداخت و پیرامون اینها یک مقایسه خوبه که بشه. حالا جناب استاد این یک بحثه. شما اگر ببینین باز هم در همین کتاب تلمود وقتی که درباره یهودی ها صحبت میکنه، میبینیم میگه مردم دیگر برای یهود خلق شدند، مردم دیگر به خدمت یهود و برای یهود خلق شدند، یعنی هدف از خلقت بقیه انسان ها و بقیه ادیان و فرق فقط به خاطر یهوده که خدمت یهود و نوکری یهود را بکنند. و جالبه که جناب استاد ما غیر از این که این موضوع این در کتاب تلمود در تلمود آمده، بله، غیر از این که جناب استاد این در کتاب تلمود موجوده، حتی در کتاب مقدس هم و به خصوص در اسفاری که در عهد قدیم وجود داره متاسفانه شبیه این را میبینیم که گویا تشویق میشه که تو باید بری به فلان جا بری و مردم خودت را به جلو خودشان را به جلو پای شما بیاندازن و پاهای شما را نمیدونم تعظیم و احترام بکنن، و شبیه این در حتی در اسفاری که در خود عهد جدید عهد قدیم هم وجود داره متاسفانه پیدا میشه کم کم، یعنی از این مسائل وجود داره. میگن که ادعا میکنن که در بهشت جز یهودی کسی دیگر داخل نمیشه، میگن که در بهشت فقط خاص برای ماست و گویا این که نعوذ بالله از جانب الله قباله دارن که این بهشت برای اینها شده و غیر از اینها کسی دیگه وارد بهشت نمیشه.
و الله متعال در قرآن کریم هم به این مورد جناب استاد اشاره میکنه. از جمله مثلا در سوره مبارکه بقره الله سبحانه و تعالی میگه و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. الله متعال میه نقل قول میکنه بعد رد میکنه، از اینها دلیل میخواه. بله گفتن که و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، جز یهودی و نصرانی کسی دیگه وارد بهش نمیشه. الله میگه تلک امانیهم، این آرزوها و خواهشات نفسانی خودشان هست، دروغ میگن، این حقیقت نداره. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. این منطق قرآنیه جناب استاد. قرآن کریم همیشه یهود و نصارا را طلب میکنه شما دلیل بیارین اگر راست میگین، اگر واقعا شما صادقین و برحقین بفرمایین دلیل بیارین. مثل که ما بارها در این برنامه از اینها خواستیم که دلیل بیارن، بیان ثابت بکنن که تورات از جانب الله، همین توراتی که امروز در دست دارن و پیش ماست، بیان ثابت بکنن که از جانب الله است همین تورات را. و افتضاح در این، نه که از جانب الله نیست، نه که حتی سخن حضرت موسی نیست، افتضاح است. یا شبیه آن انجیل هم که بعدا در مورد آن صحبت خواهیم کرد، تاریخچه آن را صحبت خواهیم کرد، اناجیل، آنجا هم میشه گفت که یعنی واقعا جناب استاد این منطق قرآنی است. الله سبحانه و تعالی میای از اینها طلب میکنه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. این برخی از مسائلی بود که اینها خودشان را تعریف میکنن جناب استاد، خودشان را تعریف میکنن که بله ما امتی هستیم که انتخاب شده هستیم، ما دوستان الله هستیم. و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، فقط هم روزایی که گساله پرستیدیم، فقط همون روزها ما با آتش میسوزیم و دیگه نمیسوزیم، فقط 40 روز در داخل جهنم خواهیم بود و بیرون میشیم. البته همه همون کسانی که این گناه را انجام دادن، خب ما وارد بهشت میشیم و بهشت خاص برای ماست، کسی دیگه را الله اجازه نمیده که وارد بهشت بشه. والله عجیب مواردی است که ما جزی از روح پرورده، روح ما جزی از روح پروردگار است و مالهای مردم جز اموال ماست، و اگر فرضاً ما مال کسی را میخوریم، مال کسی را غصب میکنیم، مال کسی را میگیریم، این مال ما بوده، پس ما ملامت نیستیم. جناب استاد اگر اجازه بدین که من در اینجا یک نکته ای را اشاره بکنم که شاید به ذهن برخی از بیننده ها بیایه که بله شما مسلمان ها هم میگین که فقط ما وارد بهش میشیم. بله ما این حرف را میزنیم، ولی تفاوت است میان حرف ما و حرف یهود. بله تفاوتش در اینه که ما گفتیم ما مسلمان ها میگین که فقط الله دین اسلام را فعلا به عنوان دین رسمی و به عنوان دین حق میشناسه. این تعبیر قرآن ماست و ما آنچه که قرآن گفته آن را میگیم. الله میگه که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. ما نمیدونیم اون را مسلمان، نمیدانیم کسی که اون را اهل بهش، نمیدانیم کسی که به دین اسلام سرخم نکنه. اما تفاوت در چیست؟ تفاوت در اینه که ما گفتیم، اگر یادتان باشه، گفتیم که یهودی ها غیر خود را، غیر بنی اسرائیل را قبول نمی کنند. نمیگن، اینها میگن ما گوسفندان گم شده الله هستیم، مثل که در انجیل و اونها گفته میشه گوسفندان گم شده الله. میگن ما گوسفندان گم شده خدا هستیم و فقط ما هستیم که باید وارد بهش بشیم و هر کس از نسل اسرائیل به تعبیر اونها بود و یهودی بود وارد بهش میشه، اگر از نسل اسرائیل نبود و یهودی نبود وارد بهش نمیشه، از هر نسل دیگری که میخواد باشه. اما ما مسلمان ها میگیم هر کس که سر خم کرد برای اسلام، از هر قوم و گروه و قبیله ای که میخواد باشه، وارد بهش خواهد شد. اما در غیر آن کسی وارد بهش نمیشه. پس این تفاوت و یعنی به خاطر این میگم جناب استاد که برخی ها شاید به ذهنشان این بیایه که بله خب شما هم همین فکر و عقیده را دارید، شما مسلمان ها هم همین حرف را میزنید، ولی فرق است در میان این حرف میان آن حرف. تشکر جناب استاد. اگر اجازه بدین اینجا دوباره من این مواردی که شما ذکر کردین برای بهش نمیپردازم، یک میان برنامه کوتاه را با بیننده های عزیز و گرامی میبینیم و پس از این میان برنامه انشاءالله بار دیگر در خدمت شما خواهیم بود با ادامه بحث که در این برنامه در صدش هستیم. يا قدس في كل بيت شهيدا يرحب بالغالي.
القادمين حبيبة موسى وعيسى المسيح ومسر ختام الهداة الأمين مباركة أنت عبر الزمان يا قدس النبيين والمرسلين يا قدس النبيين والمرسلين الحياة يا أرض الحياة لنا العهدة العمرية فيك رعينا بها الناس دنيا ودين فما مر في الدهر قوم عليك أبر وأوفى من المسلمين أبر وأوفى من المسلمين الحياة يا أرض الحياة ولوحت للنصر بالياسمين وهيأت يا قدس في كل بيت شهيدا يرحب بالقادمين معشوقة السنديان العتيق وأرض المصلين والذكرين قريبا يعود إليك السلام يا قلب فلسطين والعالمين قريبا يعود إليك السلام يا قلب فلسطين والعالمين يا قلب فلسطين والعالمين بینندگان عزیز و گرامی با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم و قبل از میان برنامه جناب استاد عبدالرحمن فاتح داشتن در ارتباط به اصول و مبادا فاسد که در تلمود مذکور است و البته شما شروع کردین در ارتباط به برخی از مواردی که درباره خود یهود آمده تمجید و تحسین و ستایشی که خود میکنن از جمله گفتین که ارواحشان میگن که جزء ارواح روح الهی است و اموال و نفسهای مردم مال آنهاست و بشریت همه برای خدمت به یهود خلق شدن و غیر از یهود وارد بهشت نمیشه به این موارد اشاره کردین خب حالا میپردازیم به برخی اصول و مبانی فاسد تلمود که در ارتباط به غیر یهود آمده جناب استاد همین مسائل که ما بعدا میخواییم مطرح بکنیم
که جهان را بر علی یهود میشه گفت استاد کرد و طبقی که قبلا به خدمت شما عرض کردم موضوع پادشاه فرانسه که در اون قدیم اینها را احضار کرد و این موضوعات وقتی مطرح شد تعجب کردن همه که آیا شما این را قبول دارین؟ بله گفتن ما قبول داریم، کتاب تلمود در نزد ما مقدسه محترمه و این مسائل هم در آن وجود داره. حالا به عنوان مثال جناب استاد اگر خواسته باشیم چند نمونه را اشاره بکنیم. بله. همیشه میگن مشت نمونه خروار. بله. خلاص این نمونه را که شما دادین این مشت را مردم دیگه میفهمند که در این خروار چی وجود داره. فقط ما به عنوان نمونه چند نکته را عرض میکنیم، خود بیننده قضاوت بکنه که این کتاب یعنی چی، این کتاب چیه، آیا واقعا کتاب الهیه، آیا این کتاب تشریعیه، کتاب قانونیه، آیا این کتاب میتونه باشه که یک امتی را نجات بده، آیا این کتاب میتونه که بر اساس حکومت فعلی اسرائیل یا حکومت فعلی یهود میتونه که این در جهان به عنوان یک حکومت درست، حالا خودشان این ادعا را دارن که بتونه بر سر دیگران حکومت بکنه و حرف حرف او باشه، آیا میتونه؟ جناب استاد اینها اولا بر غیر یهودی ها بسیار اعتراضات دارن و توهین ها دارن که بر هیچ کس رحم نکردن، نه بر مسلمان نه بر غیر مسلمان، یعنی مسیحی، مسلمان، هندو، بت‌پرست، زرتشتی، همه اینها در نزد اینها یکسان است. فقط غیر یهودی، فقط غیر یهودی، جناب استاد این را دقت بکنین، غیر یهودی. میگن که ارواح غیر یهودی ها ارواح شیطانی است، مثل که میگفتن ارواح ما ارواح الهی است در مقابل روح. بله بله. و میگن مثل ارواح حیواناته. خب حیوانات را میفهمین دیگه، مثل ارواح حیوانات، اصلا اینها ارزشی ندارن، اصلا برای انسان‌های دیگر غیر از خود، یعنی برای غیر از یهودیان حتی ارزش انسانیت هم قائل نیستن. میگن ارواح اینها ارواح شیطانیه، ارواح حیواناته، مثل حیوانات برخورد میشه با اینها، مثل که به یک حیوان مثلا از حیوان استفاده میکنی. اگر یادتان باشه که قبلا هم گفتیم که در کتاب تلمود هست که میگن دیگه انسان‌ها مثل حیوان خلق شدن که تا به خدمت ما باشن، به خدمت ما باشن. خیلی ماشاءالله اشتهایشان صافه، خیلی اشتها خوبی دارن. میگه دیگه انسان ها همه اینها چی هن؟ اینها میگه ارواح شیطانی هن، مثل ارواح حیوانات، همین حیواناتی که میبینیم میگه مثل همین ها هستن. خب از این صریح تر میگه غیر یهودیان، معذرت میخوام از تمام بینندگان عزیز از این نکته، میگه که غیر یهودیان مثل سگ ها و الاغ ها هستن، یعنی به صفت یک سگ و الاغ خلق شدن، نعوذ بالله. و میگه اینها به صورت انسان، اصل اینها نعوذ بالله مثل سگها و الاغ هاست، ولی به صورت انسان در آمدن تا اینکه به خدمت یهود باشن. بله اینها یعنی برای یهود خلق شدن، ولی اصلشان نعوذ بالله اصل حیوانی است. میگن که در کتاب تلمود اینها ادعا میکنن که درست نیست که یک یهودی برای غیر یهودی کمک بکنه. اگر دید، حتی صریحا آمده، حتی اگر دید که غیر یهودی داخل چای افتاده دستش را نگیره، بلکه سر چای را ببنده که در همانجا بمیره. این صراحت داره جناب استاد در کتاب تلمود، این صراحت داره در کتاب تلمود که به این نکته اشاره میکنه. اول میگه که غیر یهودی، یهودی نباید، یعنی نهیه، نباید به غیر یهودی کمک بکنه. اگر دید نیازمنده، اگر دید نیاز داره کمک نکنه. و شما امروز به واقع میبینیم جناب استاد دولت اسرائیل را، حکومت غاصب و دزدی شده ای که از خاک مسلمان ها دزدی کردن، در اونجا برای خود کشوری به نام اسرائیل ساختن. دقیقا شما این حرفا رو میبینین جناب استاد، اینها حقیقتا به شریعتشان عمل میکنن، به دینشان عمل میکنن. تلمود برایشان گفته این کار را بکنید. خب میگه که اگر حتی اگر غیر یهودی را دیدی که داخل چاه افتاده، سر چاه را ببند که نفسش همونجا بند بشه و بمیره، دستش را نگیر، بالا نکن، کمک نکن، که این غیر یهودی است. عجیب. بله. میگن که اگر شما مال غیر یهودی را دیدین که گم شده و تو آن را یافتی، پس دوباره به صاحبش بر نگردن. به عنوان مال مثال غنیمت. بله. اگر دید که مال شما گم شده، موبایل شما از کسی تان افتاد، دزدن دیگه، از کسی تان افتاد یا دزدی کرد، از کیسه شما کشید بیرون، دوباره میگه باز نگردان برایش، برایت حلاله. خب در مورد دوم گفتن مالهای مردم مال ماست، یعنی این مال ما بود که این مردم گرفتن، غیر یهود گرفتن، ما پس در گرفتن مال خود، در برگرداندن مال خود،
ملامت نیستیم. بله میگه ما تسلط دارن بر مال مردم، حتی اگر این کس جیبش کشیدین، خودشان را به خانه مردم انداختن، از خانه مردم دزدیدن. دزدی جناب استاد واقعا خیلی خیلی مضحک است صراحتا. یعنی دزدی، یعنی یک یهودی میتونه راحت دزدی بکنه از دیگران، اشکال نداره، ولی از خود یهودی حق نداره دزدی بکنه، چون در کتاب مقدس وجود داره که در سفر خروج شما دزدی نکنین، قتل نکنین، زنا نکنین. ولی اگر برای غیر یهودی بود اشکال نداره، این مسائل میتونین دزدی بکنین. بله. واقعا خیلی خنده‌آور است، واقعا خیلی مبادی خنده‌آور است. خب جناب استاد بعدن میگه که اگر غیر یهودی از تو قرض خواست، برای یهودی میگه، چون گفتیم که شرایع را بیان میکنه، احکام را بیان میکنه، میگه اگر غیر یهودی از تو طلب قرض کرد، از تو قرض خواست، قرض ندی برایش مگر اینکه بر آن ربا یا سود را اضافه بکنی. یعنی اگر از تو مثلا 10 افغانی یا 10 ریال گرفت، تو در برابر از او 15 بگیر، 20 بگیر، 25 بگیر، 30 بگیر، این گونه میتونی برایش قرض بدی. و ما انشاءالله در بعدن جناب استاد وقتی که در پروتکل های صهیونی، وقتی مثلا 24 پروتکلی که داره، وقتی داخل میشیم، برنامه های اقتصادی اینها برای رشد سود هست، برای رشد ربا هست، حتی در کشورهای غیر یهودی به صورت کلی، چی اسلامی چی غیر اسلامی. خب در اینجا جناب استاد چی میگه؟ میگه اگر یهودی، اگر غیر یهودی از توی یهودی قرض خواست، برایش قرض ندی مگر اینکه بر آن سود یا ربا را اضافه بکنی. یعنی مال را زیاد بکنه، ازش زیاد بگیر، غنیمته، به تعبیر شما غنیمته، بگیر خلاصه ازش. خب مال مال خودشان است. بله مال مال خودشان هست و میگن اینها همه برای ما آفریده شدن. بله میگه که یهودی باید در تلاش باشه که افراد صالح و نیک غیر یهودی را بکشه. هر جایی که فرد صالح را دید که یهودی نیست، او را بکشه، اجازه است برایش. و شما امروز جناب استاد دقیقاً این قانون، این قانون را متاسفانه میبینین که در فلسطین در حال اجرا هست. فعلا اسرائیل مثلا قدرتش منحصره، حالا اگرچه نوکرهایش در کشورهای اسلامی فعلا در حال کار هستند که همان قوانین و همان منهج فکری یا میشه گفت منهج سیاسی و اقتصادی یهود را و منهج فرهنگی یهود را در داخل کشورهای اسلامی تطبیق بکنن، اما در جایی که اینها قدرت دارن و قدرت به دست اینها مثل روافض افتاده، این کار را کردن، این کار را کردن و میکنن. و فعلا شما میبینید که روزانه زنان، کودکان، مردان به هیچ کس رحم نمیکنن. وقتی حمله کردن به کسی رحم نمیکنن. و شما اگر جناب استاد وقتی که اینها کشور فلسطین را استعمار میکردن و فلسطین را به هر حال برای خود چند ولایات یا چند استان از استانهای بزرگ فلسطین را برای خودشان گرفتن و حکومت اسرائیل را تشکیل دادن، شما میبینید که اینها چه قتل و جنایاتی کردن، با چه قتل و جنایات افتخار میکردن به این کار خودشان و مسلمان ها را از خانه و کاشانه و سرزمینشان بیرون کردن و این کار را اجرا کردن، چون این فرمان است از طرف کتابشان به نام تلمود. میگه بکش، بکش هر جایی که غیر یهودی را دیدی دستت افتاد، زنده نگذار اون را. مثل که در کتاب های روافض متاسفانه شبیه این هست که ناصبی یا سنی را هر جا دیدی، دیوار را هم دیدی بالایش بریزن، بریزن اشکال نداره. این شما گفتیم باید مقایسه شوه بین اصول دین روافض و اصول دین یهود. جناب استاد اینها از همه خطرناکتر، که واقعا این خیلی دردآوره، تهمتی که به حضرت عیسی علیه السلام و حضرت مریم علیه السلام میزنند. به همین واسطه مسیحی ها، یعنی امروز خب میبینین که بر علیه مسلمان ها ملت واحد شدن، آمریکا پشت اسرائیل را محکم داره، کشورهای اروپایی که حتی مسیحی هستند و در رأس آنها پاپ ها حتی قرار داره، چی به هر حال کاتولیک ها باشن، چی ارتدوکس ها باشن، چی پروتستان ها باشن، متاسفانه یک رابطه خوبی با اینها دارن. ولی اگر در کتاب تلمود ما مراجعه بکنین، میبینین که اینها بدترین تهمت ها را به حضرت عیسی علیه السلام و بر مریم علیه السلام زدن. مریم علیه السلام را متهم میکنن که نعوذ بالله این زناکاره، استغفر الله. بله حتی در قرآن کریم هم داریم وقتی که یعنی عیسی علیه السلام به طور غیر طبیعی، الله متعال به قدرت الله متعال به طور غیر طبیعی متولد میشه، یهودی ها در همان زمان را متهم میکنن، میگن که مادر تو که بغی نبوده، یعنی زناکار نبوده، تو چرا نعوذ بالله این کار شدی؟ و حتی عیسی علیه السلام را فرزند زنا میدانند.
این بسیار خطرناک جناب استاد. عیسی علیه الصلاه و السلام را فرزند زنا میدانند و بدترین توهین ها را به حضرت عیسی علیه الصلاه و السلام میکنند که او را نسبت میدن به مردان بیگانه و نعوذ بالله به این و آن. نه آن به هر حال افراطی که نصرانیت و نصارا در مورد عیسی علیه السلام میکنند و نه هم این توهینی که یهود به حضرت عیسی علیه الصلاه و السلام روا میداره. و این در کتاب تلمود جناب استاد موجوده و میشه که یعنی واقعا دید که این کتاب تلمود در مورد عیسی علیه الصلاه و السلام چی بدترین حرفها را میزنه که واقعا لایق به هیچ انسانی نیست، چی برسد به این که به یک نبی از انبیای الهی این حرفها زده بشه. واقعا استاد قسمی که در برنامه گذشته یکی از خواهرای ما، یکی از بیننده ها تماس گرفت، وقت انسان به این مبادی و این اصول و این مبانی و این به اصطلاح قوانین و شرایطی که در تورات آمده، البته تورات هدف ما تورات تحریف شده است و منبع دیگرشان در تلمود حالا آمده، بین آدم به حقانیت دین خودش مستحکمتر و ثابتتر میشه و یعنی واقعا خیلی ها خنداور و خیلی ها مضحک است وقتی این موارد میخوانی که آیا میشه این موارد یک به عنوان یک دین و مبدع و اصول یک دین مطرح کرد. خب جناب استاد، اگر از این بگذاریم بریم به پروتکل های بنی صهیون که گفته میشه، البته که جزء فکر کنم جزء مصادر و منابع یهود نیست بلکه جزء منابع دینی، بله منابع منهجیشان است گفتین. خب میشه از این پروتکل ها بگین، از سند یا وثیقه اگر تعبیر درست باشه بگین که عبارت از چیست و چه وقت تدوین شد؟ جناب استاد، حقیقتاً پروتکل های صهیونی بسیار مشهوره و به خصوص در کتاب های اسلامی مثلا علمای اسلامی استفاده می کنند، حتی علمای مسیحی هم در این مورد حرفه های دارند. ولی یهود فعلا این را انکار می کنه، میگه ما همچون وثیقه نداریم، همچون تعهد نامه نداریم، چون می دانند که مثل برنامه 50 ساله جناب خمینی که سنی زدایی، برنامه 50 ساله سنی زدایی که داره انکار می کنند، اینها هم انکار می کنند، میگن که ما چیزی به نام پروتکل صهیونی نداریم که این خواسته باشیم ما حکومت تشکیل بدیم و این حرفه هایی که در این پروتکل های 24 گانه که یعنی 24 پروتکل هست در صورت کلی، اگر خواسته باشیم اینها را بررسی بکنیم 24 پروتکل هست که هر کدام از اینها باز از خود ماده ها داره، هر کدام از اینها تحتش یعنی مسائل مطرح میگرده. آیا تلمود هم از به تلمود اعتراف ندارن؟ یعنی چی جناب؟ یعنی هدف من اینه که یهود به تلمود اعتراف ندارن؟ اگر به تلمود اعتراف داشته باشن، در تلمود خیلی واضح همه مال و جان مردم از خودشان میدانن، پس باید به وثیقه هم اعتراف بکنن. بله بله، ولی جناب استاد این یعنی میشه گفت که اینها به این واسطه انکار میکنن که میدانید کتاب تلمود رو نمیتونن فعلا انکار کنن چون سالهاست که دست میشه این، یعنی سالهاست، یعنی خیلی شهرت یافته. بله بله، انکار ناپذیر است. بله، نزدیک به 1000 سال یا بیشتر میشه که یعنی واقعا به تعبیری که خودشان یعنی ارائه میکنن، اگر چی گفتیم که یعنی در قرن 15 در حقیقت این به وجود آمده یا نوشته شده، ولی برگرفته از مقالات و کتاب هایی که قبلا ها نوشته بودن برایشان رسیده، نمیتونن این کار بکنن چون خجالت میکشن از این موضوع. خب خیلی مسائلی که دامشان افتادن نمیتونن واقعا این کار بکنن، نمیفهمیدن که در یک زمان مثل حالا قرار میگیرن که جواب برای گفتن ندارن. فکر میکردن خلاص مثل گذشته سر مردم را شیره میمالن و فریب میدن و میگذرن میرن دیگه دنبال کارشان. ولی امروز دنیا خب ماشاءالله، حالا مثلا به عنوان مثال ما اینجا نشسته ایم حرف میزنیم، هزاران نفر یهودی و مسیحی و مسلمان و غیر مسلمان همه میشنون، میفهمند که چی حرفه و رازهای اینها افشا میشه. همچون فکر را اینها نمیکردن ابدا که مسلمان ها وارد این مسائل بشن و اینها را مطرح بکنن. هدف از این اسناد چی هست؟ بله، حالا ما میبینیم مثلا در پروتکل ها وقتی که اینها این کار میکنن، چون چند ساله میشه یعنی یعنی اصلش میگن که برمیگرده به سال مثلا 1897، یعنی در اواخر قرن 19 هم. اصلش یعنی اول بار که این دیده شده و این پروتکل ها، به خاطر که میدانن که میگن پروتکل ها بعد از یعنی اینها کنفرانسی داشتن که در اون می نشستن و صحبت می کردن یهودی ها، به خصوص رهبران یهودی و دانشمندان یهودی نشست داشتن. بعد از این که در شهر بالسویس وقتی که اونجا به هر حال آتش می گیره و پلیس اونجا حمله می کنه و میره و این اسناد رو اونجا به دست میاره،
این اسنادا که فعلا به نام پروتکل ها مشهوره، اونجا این را به دست میاره. یعنی اسناد محرمانه و سری بوده؟ بله بله، نمیگذارن. خب به همین واسطه فعلا انکار میکنن. اگر یادتان باشه ما در برنامه گذشته هم گفتیم که اگر یهود فعلا انکار هم بکنه، ما میگیم که خیلی خوب انکار کن، ولی فعلا ما میبینیم که تو همین برنامه رو در حال اجرا هستی و اجرا میکنی. فعلا در کشورهای اسلامی در حال اجرای اینها هستی، در کشورهای غیر یهودی در حال اجرا هست. به همین واسطه که مثلا شما فاصله میان سال 1897 ببینیم تا سال 1947 که مثلا دولت یهود به صورت رسمی در اسرائیل مورد یعنی شناخته میشه، و یا حتی 20 سال بعد از آن، 20 سال بعد از این، یعنی در سال 1897 میبینیم که این افشا میشه، ولی در سال 1917 میبینیم که یعنی همان نخست وزیر بریتانیا یا انگلستان امروزی برای اینها وعده میده که من کشوری برای شما میسازم، و شما در این پروتکل هایی که 20 سال قبل نوشته شده این موضوع را مشاهده میکنید، میبینید که همین موضوعی که اینها فعلا کشوری برای خودشان تشکیل دادن و نظام تشکیل دادن که باید با کدام کشور مثل آمریکا مثلا بسته باشن یا با آمریکا مثلا رابطه محکمی داشته باشن، ما میبینیم که در این پروتکل ها جناب استاد این موضوعات، همه این نقشه ها کشیده شده قبلا، این نقشه ها را نشستن که ما باید چیکار بکنیم که کل جهان در تحت سیطره ما باشه، چون اینها همه برای ما آفریده شدن و اینها مثل حیوانات باید از اینها استفاده کنه. امروز اسرائیل مثل حیوان از آمریکا استفاده میکنه، دقیقاً همان چیزی که در تلمود هست. پس میشه گفت اینا نسبت به ضعفشان آمدن با هم نشست داشتن و جلسه داشتن، البته رؤوس یهود، و این طرح را ریختن. میشه طرح گفت طرح و برنامه یا دسیسه و توطئه تسلط بر جهان؟ بله. در ابعاد مختلف نظامی و اقتصادی. بله. درست است؟ بدون شک جناب استاد، بدون شک اینها برخی از نقشه هایی است که وقتی ما مثلا پروتکل ها را بخوانیم، اگرچه این پروتکل ها مفصله، یعنی 24 پروتکل، ولی هر بعضی از این پروتکل ها خیلی طولانی هست. خب ولی اینجا به برخی از نکاتش اشاره کنین. بله، این مختصرش پیشم هست جناب استاد. مثلا در پروتکل اول اگر ببینید اینجا اختصارش پیشم هست، ولی میتونن عزیزان برن به صورت تفصیل باز در اینترنت موجوده، فقط بنویسن پروتکل های صهیونی به زبان فارسی برایشان میاره. اونجا به صورت تفصیل 24 پروتکل را ببینن که و بخوانن، و به نظر من یک جوان مسلمان باید این موضوعات را مطالعه بکنه تا بفهمه از اوضاع جهان با خبر بشه، بفهمه که چه نقشه هایی در حال اجرا بر علیه مسلمان هست، چه نقشه های اقتصادی، سیاسی، دینی، فرهنگی، از هر نظر ببینه چی نقشه هایی در حال اجرا، و خودش را یعنی میشه گفت واکسینه بکنه در برابر اینها، یعنی در برابر این زهری که واقعا بسیار کشنده هست یک پادزهر آماده بکنه که بتونه در برابر این دفاع بکنه و خودش را آماده بکنه برای دفاع. به این واسطه میگم که جوانان از برن مطالعه بکنن این موضوعات، چون زبان فارسی نوشته شده، عملا در حال اجرا است. بله، برخی ها اجرا شده و برخی ها در حال اجرا هست. شما جناب استاد ببینین در پروتکل اول مثلا آنچه که مثلا در پروتکل اول میگه حق با زور است، آزادی ایده ای بیش نیست. متوجه شدید؟ حق با زور است. بله، حق با زور. تو این مسائلی که حالا امروز به عنوان مثال اینها مطرح میکنن به عنوان آزادی و این مسائل، این همه اینها جناب استاد یک آلهه، میخوان بازی بکنن با کلمات، وگرنه اینها همه خب میبینیم عملا. بله، عملا میبینیم جایی که منافعشون تقاضا نکرد اونجا آزادی همه بی‌معنا میشه. بله. و در جایی که ضعف بود و اجرای برنامهشون تقاضا میکرد اونجا باز داد از آزادی و داد. بله. از دموکراسی. بله. میزه آزادی یعنی برای خودشان. جناب استاد ببینید که اینجا از سیاست چی تعریف میکنه، الفبای سیاست رو اینگونه تعریف میکنه در همین پروتکل اول. میگه اختلافات حزبی. خوب توجه کنید جناب. بله. اختلافات حزبی امروز ما در افغانستان میبینین دقیقاً. مثلا در افغانستان بیشتر اگر توجه بکنید شما، بعد از اینکه استعمار آمریکا اتفاق افتاد و کشور افغانستان را 15 سال میشه استعمار کرده و فعلا در حال اجرای برنامه‌های یهودی است، چون آمریکا هم با اینها هم دسته، میدونیم که برنامه‌های اسرائیل و یهودی توسط آمریکا در حال اجراست، اجرا میکنه در کشور اسرائیل. شما گفتین به عنوان حیوان به عنوان حیوان از آن استفاده میکنه، به تعبیر کتاب تلمود. به هر حال معذرت میخوام از بینندگان عزیز، میگه اینها مثل سگ و الاغ هستند، یعنی مثل الاغ از آمریکا استفاده میکنن، در حال استفاده هستند. خب گفتین حق با زور است و آزادی. بله. میگه اختلافات حزبی. سیاست. بله. الفبای سیاست رو تعریف میکنه که باید چگونه سیاست در حال اجرا باشه. اختلافات حزبی،
برا بیاندازه، احزاب رو به جان هم بندازه، احزاب سیاسی، احزاب حتی احزاب دینی جناب است به جان همین ها رو میاندازن. استبداد مطلق در حکومت، یعنی باید استبداد و ظلم مطلق باشه. رواج مشروبات الکلی، حتی اگر چند روز پیش یادتان باشه، حتی در همین افغانستان ما در کابل برخی از فعالان جامعه مدنی که واقعا اینها میشه گفت برنامه اجرا کننده برنامه های اینها هستند. من همیشه میگم جناب استاد، مجریان باشن یا نخواسته باشن، بله، مجریان برنامه های یهودی و برنامه های مسیحی امروز در کشورهای اسلامی همین کسانی هستند که تحت عنوان جامعه مدنی و سکولارها هستند و دموکرات هایی که خودشان را دموکرات میدانند. چند روز پیش اگر یادتان باشه وقتی که مسئله نوروز مطرح شد، در روزهای نوروز 20-30 نفر از اینها کشته شد، به جهنم واصل شد، از بس که شراب خورده بودند، مواد الکلی خورده بودند، مردند. یعنی تو به این حد، یا حتی به شفاخانه کشیده شدند، به بیمارستان ها کشیده شدند، از بس که مشروب خورده بودند. رواج مشروبات الکلی جناب استاد، این بسیار مهمه، تحت نام های مختلف. حتی امروز میبینیم که فیصدی داره، مثلا برخی از مشروبات و برخی از نوشیدنی هایی که امروز وارد کشورهای اسلامی میشه، یعنی میشه گفت فیصدی داره، فیصدی از الکل در آن وجود داره. میدن به خورد جوان ها میدن که بخورن اینها را، اشکال نداره، میگه قوت میگیری، اشکال نداره، بخور از آنها. کهنه پرستی و تبایی اصول و قواعد، اصول و قواعد را میخواه از بین ببره، چیزی باقی نمیگذاره برای سیاست، چیزی باقی نمیگذاره. اولا اختلافات حزبی، بعد از آن استبداد مطلق در حکومت، بعد از آن رواج مشروبات الکلی. این مثلا جناب استاد آن چی بود که برگرفته از پروتکل اول این هاست. پروتکل خب اگر میشه این پروتکل ها را خیلی سریع بگذاریم، چون میریم به پروتکل پنجم. به برخی از اینها جناب استاد یاد داشتم، کلش را نمیخوانم چون به هر حال اگر قرار باشه 24 پروتکل ما زیاده. خب یک 3-4 برنامه میطلبه که ما به طور تفصیل در مورد صحبت بکنیم. خب این قسمی که شما گفتین به صورت نمونه ما اینجا تذکر میدیم و کسی که بینندهایی که علاقمند هستن و مخصوصا جوانا باید علاقمند هستن یا نیستن، باید از اینا اطلاع داشته باشن. بله جوان مسلمان باید جناب استاد اینها را بخونه، بفهمه که در این دنیا چی میگذره. فقط حالا خب میدونین که شما متاسفانه امروز واقعا رسانه هایی که در کشورهای اسلامی است، حتی به صورت کلی اگر خواسته باشین یا غالبا بگین، متاسفانه به نفع اینها کار میکنن، به نفع اینا کار میکنه. ما بعدن میان در پروتکل ها که اینها کوشش میکنن. پروتکل پنجم جناب استاد چی میگه؟ یعنی به صورت کلی اگر خواسته باشیم، وقتی که اینها میگن راه های ایجاد یک حکومت مقتدر یهودی، ما چگونه خواسته باشیم که یک حکومت تشکیل بدیم که مقتدر باشه، قدرتمند باشه؟ میگه که گرفتن زمام حکومت قدرت با حربه آزادی خواهی، حربه آزادی خواهی را پیش میکنه. چیکار میکنه در اینجا؟ به هر حال ملت را به جان حکومت میاندازه که شما آزادی خواه هستین، بگیرین حکومت را از بین ببرین تا اینکه حکومت خودش را در اینجا جا بزنه و قدرت خودش را در اینجا جا بزنه. تأثیر فراوان انتقاد و عیبجویی و در تخریب و ویرانگری اندیشه ها به وسیله فن مخرب سخنوری. یعنی چیکار میکنه جناب استاد؟ میگه انتقاد بکنین، اشکال نداره، انتقاد بعدن این انتقادها جناب استاد باعث بر این میشه که هر فردی بیه انتقاد بکنه، هر فردی که لیاقت این را داره و هر فردی که نداره، تا باعث بر این میشه که هرج و مرج در جامعه به وجود بیاد. اینجاست که اقتدار این حکومت، اقتدار حکومت یهودی به چی به وجود میاد؟ در اختلاف ملت. یعنی وقتی ملت ها به اختلاف افتادن، شما میبینید جناب استاد قوی میشه. دقیقاً، یعنی بعد از چندین سالی که بعد از اینکه این سند افشا میشه، شما میبینید مثلا کشورهای اسلامی با چی وضع و حال قرار میگیره. یکی از اهداف اینها مثلا زدن خلافت اسلامی بود که خلافت اسلامی را باید اینها از بین ببرن، این قدرت واحدی که مسلمان ها دارن از بین ببرن. امروز شما ببینید چی جنجال های به سر مرزها است، سر مرزها. این میگه این مرز منه، این میگه مرز منه، این یک وجب از این طرف بیای تو را میکشم، در حالی که هر دو خودشان را مسلمان میدانند، هر دو هم میگن ما مسلمانیم. اینها جناب استاد، همه اینها برنامه های دقیقی است که صهیونیست ها برای مسلمان ها ترسیم کردند و فعلا همین خطوط را در حال اجرا هستند. اگر به پروتکل دهم برین جناب استاد، اگر جناب استاد پیش از اینکه پروتکل دهم تذکر بدیم، اگر اجازه بدین با اجازه شما و بیننده بریم سراغ یک میان برنامه کوتاه، پس از این میان برنامه انشاءالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود. نور
في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. یقیناً مؤمنان برادر یکدیگرند، پس میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید و از الله بترسید، باشد که مشمول رحمت شوید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. خب بینندگان عزیز، بار دیگر در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه بازسازی اندیشه و از دوستان گرامی در اتاق کنترل خواهش میکنم که تلفن های برنامه را زیرنویس کنند، چون تقریبا 20-25 دقیقه که از وقت برنامه مانده وقت بیننده هاست و انشاءالله در خلال تاهین برقراری تماس با بیننده های عزیز و گرامی برمیگردیم به استودیو و مواردی را که جناب استاد عبدالرحمن فاتح میخواستن برخی از پروتکل ها را گفتین به عنوان نمونه میخواستین تذکر بتین، به دو پروتکل اشاره کردین و داشتین در ارتباط به پروتکل سوم که البته به ترتیب ما سوم میشه، اما شما ترتیب ما دهم. اگر میشه پروتکل دهم تذکر بتین تا این برقراری تماس ها. جناب استاد، پروتکل دهم هم یعنی مثل این، اگر خواسته باشیم در نمای بیرونی صحنه سیاسی یهود حرف بزنین، میگه که یعنی به صورت کلی وعده های توخالی انقلاب و آزادی برای مردم، وعده انقلاب و آزادی میده، بعدن خودش برنامه خود را اجرا میکنه، از بین بردن اعتماد به نفس توسط رهبران دست نشانده و منتشر کردن این خیلی مهمه جناب استاد، از بین بردن اعتماد به نفس توسط کی؟ رهبران دست نشانده. امروز ما در کشورهای اسلامی میبینین اعتماد به نفس ندارن اینها، رهبران سیاسی کشورهای اسلامی اعتماد به نفس ندارن، اعتماد به خودشان ندارن، یعنی اصلا داغون هستن به تعبیری، هیچی نمیفهمن، نمیتونن کاری بکنن جناب استاد، نه از نظر فرهنگی کاری کرده میتونن، نه از نظر سیاسی میتونن که خودشان تصمیم داشته باشن، همه چیز زیر نظر دیگران اجرا میشه و منتشر کردن میکروب بیماری های اخلاقی و زشتی، یعنی میکروب های اخلاقی را در جامعه گسترش میدن، منتشر میکنن توسط همان برنامه هایی که به هر حال خودشان پیش رو دارن که چگونه بتانن میکروب های اخلاقی را در داخل جامعه منتشر بکنن. این هم یکی از، یعنی این پروتکل دهم بود که جناب استاد من اشاره کردم، حقیقتا این بسیار خطرناکه و واضحه، کاملا واضحه دیگه. به هر حال اجازه بدین پروتکل تمام شد، نه بله بله، میرم سراغ تماسای بیننده و بعدش ان شاء الله برمیگردیم در دقایق پایانی خدمت شما. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. و علیکم السلام استاد گرامی. بفرمایید بیننده گرامی، خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ از ایران صحبت میکنم. بفرمایید برادر گرامی. عبدالله، بفرمایید استاد گرامی. واقعا شما
عرفای میزنین. این استاد گرامی درباره مانان گفت مسلمان میخوان تاریخ دوباره تکرار کنه در 400 قبل. ببین مسلمانان همون استاد گرامی گفت که خلافت اسلامی، خلافت اسلامی را میخوان در کشورهای اسلامی بجا بکنن، همون 1400 قبل تاریخ انجا کن. ببین بله خب مثل که تماس با بیننده ها قطع شد و دوستای گرامی اشاره میکنن که اشکال فنی رخ دادن. البته ما برمیگردیم تا حین برطرف شدن اشکال خدمت شما جناب استاد فاتح گرامی. شما به دهمین پروتکل که البته به حساب ما به ترتیب ما پروتکل سوم میشه اشاره کردیم، اگر به پروتکل بعدی هم اشاره کنید تا این برقراری تماس دوباره. پروتکل 11 هم جناب استاد به تعبیر شما به حساب شما 4 به حساب من 11 هم. بله این تفاوت دیگه در فاصله بسیار کم در 1 متر این تفاوت خیلی جالبه. بله از شما 4 از من 11 هم. در پروتکل 11 هم میگه که برنامه های قانون اساسی جدید در حکومت ها و انقلاب های نوین، یعنی انقلاب هایی که جدید برا میفته و بعدا به دست خودشان میفته و عاملین خودشان میاین روی کار توسط عوامل ما، میگه توسط عوامل ما نمای بیرونی آزادی در حکومت هاست. یعنی قانون اساسی را خود ما به وجود میارین که نمای بیرونی باشه از آزادی در حکومت ها. این خیلی جناب استاد واضحه و آشکار دیگه. این هم خب میفهمیم که امروز در حال اجرا هست و اجرا شده در برخی از کشورها و فعلا هم برخی از کشورها در نوبتن که اجرا بشه. این تشکر میکنم جناب استاد. دوستا اشاره میکنن که تماسا وصل شد، فکر کنم برادر گرامی معبد الرحمن دوباره وصل شدن. اگر برادر گرامی قطع شدن بیننده بعدی را میگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید استاد. سلامت باشین بیننده گرامی. میشه خود معرفی بکنین از کجا صحبت میکنین؟ من فعال هستم از ایران. آقا فعال گرامی بفرمایید. عزیز در باره مباحثتون خواستم بگم. این مباحثتون اول شیرین متینه قابل قبوله، لذا این نقصه که کشورهای اسلامی دول اسلامی خطر سیونیست رو که میدونم، لذا همین اخیره کشورهای عربی که مثلا ما اهل سنت ایران انتظارات بیشتری از کشورهای سنی مثلا عربستان امارات اینا داریم، اینا چرا به خاطر مشکل مثلا مثل ایران یا ایران خراسان یا دولت شیعه ایران میان همپیمان یا توافق نامه‌ای با اسرائیل می‌بندن به خاطر جلوگیری خطر از ایران؟ یعنی به خاطر جلوگیری از شغار میرن با گرگ هم دست میشن. خب بیننده گرامی حرف دیگری هم دارین؟ سوال دیگری گفتنی دیگر در ارتباط با موضوع آرزوی سلامتی و موفقیتتون. انشالله که همیشه سلامت و موفق و معید باشید، چراغ روشن باشید. تشکر میکنم از شما بیننده گرامی. میرم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم بفرمایید برادر گرامی. سلام علیکم. خب آقا عبدالرحمن فکر کنم وصل شدن دوباره. آقا عبدالرحمن بفرمایید در خدمت شما هستیم. سوره انفال آیه چند؟ 65. آیه 65. خب بفرمایید در ارتباط به بله نگاه کن، قرآن به ما میگه که مثلا طالبان ابتدا دو کشور با هم متحد شدن، طالبان سرنگون کرد کشور، واقعا مسلمان میخواست واقعا اسلامی رو در کشور اسلامی برپا بکنه. ببین ابتدا دو کشور بعد عراق سر داغون کردن با ایران، یک دفعه ایران خودش گفت من با شما همکاری میکنم. ببین الان سوریه چجوری شد، عراق چجوری شد، یمن چجوری شد، اینا بی‌کفایتی کشورهای اسلامیه. افتاد دو کشور که ایران که دوست داره که اینجوری کشورهای اسلامی جنگ و درگی سنی کشی بشه. ببین الان ملت اسلامی مثلا سوریه جنگ میکنه، عراق جنگ میکنه، طالبان الان در افغانستان جنگ میکنن، همه کشورها متحد شدن با طالبان جنگ میکنن و دولت اسلامی جنگ میکنه. اینا 2000 نفر یا 3000 نفر با 70 میلیون نفر جنگ میکنن. این واقعا مرد چرا قرآن کنار گذاشت؟ آیه قرآن چرا کنار گذاشتی؟ اینا واقعا اسلام هستن، اینا طبق شرایط اسلام کار میکنن، جنگ میکنن در راه خدا. ببین 10 نفر با 20 نفر، 20 نفر با 100 نفر، 100 نفر با 1000، 100,000 نفر
صدر نظر نفر بعد ده میلیون نفر دارن جنگ میکنن با بمب زمین و هوا. الان هیچ چیزی نیست. با 2004 که چرا دلار الان یک ساله دو ساله که دارن مصر جنگ میکنن. تشکر برادر گرامی عبدالرحمن از شما تشکر میکنم. میرم سراغ بیننده بعدی. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. البته تذکر میتونم بیننده گرامی که موضوع برنامه ما بیشتر چون میبینم که بیننده ما وارد میدان سیاسی میشن، البته بحث ما پیرامون یکی دیگر از مصادر یهودیت همانا تلمود بود که جناب استاد عبدالرحمن فاتح صحبت های مفصل در ارتباط به این موضوع داشتن، اما فقط به موارد پروتکل های بنو سهیون و یک چند مورد اشاره کردن. بیننده ها فکر کنم از اون استفاده میکنن و وارد مباحث سیاسی میشن. مباحث سیاسی البته برنامه های خاص خود داره، در برنامه منبر وصال شما میتونین به این مباحث به صورت تفسیری و مشرح بپردازین. بفرمایید بیننده گرامی سلام علیکم. سلام علیکم رحمت الله. و علیکم السلام. میشه خود معرفی کنین از کجا صحبت میکنین؟ استاد سه قلب عرض سلام داشتم به شما و به خدمت استاد فاتح. من عزیزی بودم از لندن صحبت میکنم. بفرمایید آقای برادر گرامی عزیزی سه بفرمایید. اولا باید خیلی تشکر بکنم از این برنامه بسیار خوب و بسیار آموزنده و بسیار اکادمیک جناب استاد فاتح و شما. سلامت باشین. لطف شما سوس نظر شما استاد. واقعا استاد فاتح اون چی که از تلمود و حقایق تاریخی این تورات تحریف شده بیان کردن خیلی خیلی مهم آموزنده و در خور توجه بود. عمدتر موضوعی که استاد فاتح در این برنامه مطرح کردن مقایسه این طرز تفکر افراطی، این تفکر خشن، تفکری که واقعا اصول و اساسش بر نفع دیگه ها و بر نفع بشریت و نفع دیگه ارزش هاست و این مقایسه کردن با تشیع رافیزی تکفیری واقعا خیلی زیبا و آموزنده بود. اگر در محتوا و اساسات تلمود نگاه بکنیم عین همون دیدگاه که شیعه رافیزی و شیعه تکفیری داره اونا همه عین همه اعتقاد دارن، بخصوص از لحاظ طرز تفکر تکفیری. چرا شیعه رافیزی هم غیر از خود و امو جریان خود دیگه تمام امت اسلامی را از الف تا یای تامت همه را تکفیر میکنن. به نظر یعنی شما چه رابطه جناب استاد عزیزی گرامی به نظر شما چی رابطه وجود داره بین این طرز تفکر یهودی که در تلمود نمودهای از او را ذکر کردیم و بین شیعه های تکفیری البته رافیزی های تکفیری؟ اگر ما به جریان تاریخی پیدایش تشیع همین تکفیری نگاه کنیم، اساس و برنامه از این از وقتی که عبدالله ابن سبا یهودی بلاخره شالونی طرز تفکر انحرافی رو ریخت برمیگرده به اوست. همون طوری که عبدالله ابن سبا یهودی حضرت علی کرم الله تعالی وجهه لقب خدایی داد و برایش گفت انت الله، یعنی تو خدا هستی، و به همون اساس بعدها تمام مواصفات اله هر اینا بر ائمه خود یکی پای دیگر دادن و این طرز تفکر تکامل دادن، یهود به عین همین شکل خود ابناء الله حساب میکنن، خود بچه های خدا حساب میکنن، خود از فامیل و قبیله خدا میزنن و دیگه امت را نه تنها قبول ندارن بلکه همه بشریت را به عنوان حیوانات بارکش میدانن که در خدمت یهود قرار داده شده. شیعه رافیزی عین همین طرز تفکر با تکامل تاریخی که استعمار از او استفاده کرده تونسته عین همین دیدگاه و اندیشه را به اصطلاح به پیروان خود القا بکنه که تنها و تنها کسانی که به جنت میرن و مسلمان هستن واقعا انمی محبان علی و آل علی هستن، در حالی که علی و آل علی عقیده را نداشتن، اونا اعتقاد به توحید داشتن، اونا هیچ وقتی در جایگاه و منزلت حضرت الله سبحانه و تعالی هیچ کس دیگر شریک نکردن، بلکه اونا موحد بودن، اونا پیرو قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیرو و همکار و همراه دیگر اصحاب رسول الله بودن و هیچ وقت با هم دیگر
هیچ مشکلی نداشتن. تشکر. همین طرز آدم وقتی که مقایسه کنه میبینه که این دوتا خیلی با همدیگر قرینه دارن، چون ریشه های اصلی از این طرز تفکر برگرفته از طرز تفکر و اندیشه و اعتقادات عبدالله ابن سبا یهودی است. تشکر استاد گرامی. اگر گفتنی دیگری هم دارین در خدمت شما سیم برای یک دقیقه یا کمتر از یک دقیقه، چون بیننده های من فقط خیلی خیلی تشکر میکنم. من این برنامه را خیلی دیدم، خیلی لذت بردم از استاد فاتح، خیلی جداگانه جدا تشکر میکنم. من میخوام که همین برنامه را شما ادامه بدین و این را باز کنین، تمام همون شاخه ها و فرقه های مختلفی یهودی را ترتر در برنامه بعدی تشریح کنین که بتونین ما بیشتر انشاءالله ما همون گونه که به بیننده های عزیز و گرامی وعده کردیم، البته به برخی از شعائر و عبادات یهود خواهیم پرداخت و بعدش انشاءالله به فرقه ها و گروه های مختلف یهود نیز اشارات مفصل خواهیم داشت. تشکر استاد عزیز گرامی. سلام مجدد من خدمت استاد انصاری و همه برادرای تیم تاریتان بیان دادن. سلامت باشید. تشکر. تشکر و علیکم السلام. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی. برادر محترم، سلام خدمت شما و خدمت برادر فاتح. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر محترم، شما قبلا درباره با صحبت ما قبلا چند سال برادر گرامی صحبتایتان قطع وصل میشه، اگر موقعیتتان تغییر بتین تا تماستان واضح تر و بله بفرمایید. چند سال قبل مرا پول که شما بود بله بفرمایید. چند سال جلال مقدار پول دوستم مقدار پول برام بده، میرم از یک شهر به شهر دیگه. بیننده گرامی اگر میشه دوباره تماس بگیرین، چون واقعا تماس مشکل داره و قطع وصل میشه. اگر دوباره تماس بگیرین یا اگر میشه جایتان موقعیتان عوض بکنین. نمیفهم مشکل است، چون صدایتان قطع وصل میشه و درست فهمیده نمیشه. تشکر. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی، خود معرفی بکنین از کجا صحبت میکنین. برادرتان نصیری از افغانستان برتون زنگ زدیم. سلام و احترامات خود برای فاتح گرامی و سیقل گرامی تقدیم میدارم. تشکر از شما بیننده گرامی. عرفا خود زیاد از دیگال ماست که کنه و ای اقواقیت خود به چشم خود میبینیم ای یهود که مثلا در مقابل اسلام که قرار دارد. ما یکی از نشانه هایش در جهاد خود ما دیدیم که جهاد ما را توسط اینمزی اجنتای یهود به بیراه کشنده شد. و حالا که میبینیم در این 57 دولت اسلامی، آیا اینا از استاد فاتح عزیز یک سوال دارم که در این 57 دولت بله. خب مثل که تماس ها کاملا با بیننده قطع شد. دوستای گرامی در اتاق کنترل اگر مشکل هست بنده را مطلع بکنین. فکر کنم که خب وصل شد دوباره. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلام خسته. بفرمایید برادر گرامی، خود معرفی بکنیم. من محسن هستم. نظر کنم که میخواستم در مورد همون آیه من تکمیل نشد حرفم. آقا محسن گرامی شما البته دو برنامه دیگه هم تماس گرفته بودین، امیدوار هستیم که وقت بیشتر تلف نکنیم، فقط به لب و لباب و اصل موضوعی که میخواین حرف بزنین اشاره کنیم. آقای محترم درست صحبت کن، من اینجا احترام گذاشتم به شما، دارم زنگ میزنم، شما هم درست صحبت کن. من بی احترامی به شما نکردم، شما بی احترامی به من میکنید. درسته؟ بفرمایید بیننده. در مورد لا تاکلو اجازه بده. در مورد لا تاکلو
ببینید لا تاکلو اولش که لا اون کتابی تو آقا آقا محسن گرامی 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 بنده فقط از شما خواهش کردیم که وقت تلف نکنید، وقت را تلف نکنید. من به شما ناسزا نگفتم، فاش ندادم. خب من از آقا محسن گرامی معذرت میخوام، چون فکر کنم که اشکال دارن و کنترلشون بر اعصابشون نسبتا فکر کنم شاید ضعیف باشه، شاید بخورن، شاید و میتونن. آقا محسن گرامی در این برنامه هر کسی به برنامه تماس میگیره و اگر اصول بحث را و ادب را رعایت میکنن ما با سینه فراخ ازش استقبال میکنیم، اشکال نداریم. اما اگر عصبانی میشه دیگه بگذاره که بیننده های دیگر که حرفی برای گفتن دارن فرصت به اونا بتیم. آخرین بیننده را میگیرم. سلام علیکم. سلام استاد، مجددا مزاحم شدم، وقتتون بخیر. فواد هستم از ایران. آقا فواد؟ بله. دقایق پیش هم شما تماس گرفته بودین؟ بله. نفر دوم بوده تماس گرفته. بفرمایید برادر گرامی. استاد یه بحث یادم اومد، خاصا عرض کنم خدمتتون قبل از اینکه اینو بگم، این افراد معلوم الحالی که تماس میگیرن با برنامه‌تون خب مشخصه هدفشون چیه، از اصل رتاقم راهشون ندن بیان رو ایس که قبلا نه وقت شما نه بیننده رو بگیره. آقا فواد گرامی البته اینجا هر کس حق داره تماس بگیره و تا وقتی که تا زمانی که البته اصول و ادب رعایت میکنه و حق داره حرف بزنه، و اگر دیدیم که وقت را تلف میکنه و مسیر برنامه را عوض میکنه بعدش ازش معذرت میخواییم. تشکر برادر گرامی، آقا فواد از شما زنده باشید. یه عرض دیگه خدمتتون داشتم. بفرمایید برادر گرامی، بفرمایید. راجب همین بحث سوی بود که گفت مثلا یه جوری میگم شیعه امروزی، شیعه اصناشری زاده یهود سیونیسته، لذا همین شیعه امروزی که ما میدونیم که حکومت دستشون گرفت، قدرت دستشون گرفتن، دارن یه هلال شیعه تشکیل میدن، یه هلال ماورای تخیل خودشون که میخوان یه کارایی بکنن، حکومت دنیا رو دست بگیرن. لذا دول اسلامی عربی چرا اینا با این اتحادیه عربشون همچین چیزی تشکیل نمیدن، یه نوع خلافت نوین اسلامی بشه که کل مسلمانه دنیا رو داره یه محور که همون کعبه باشه و توحید باشه جمع کنن و سیاست ها رو بذارن که نه از قرآن و سنت نبوی پیروی بشه و یه حکومت اسلامی نوین برپا بشه که این همه همهمه و جنگ و خونریزی و یعنی خون زنان و کودکان و مسلمان فقط ریخته میشه تو دنیا. تشکر که جلوی اینه گرفته بشه با یه سیاست درست. تشکر برادر گرامی آقا فواد، تشکر. زنده باشید. سلامت باشین. البته از وقت برنامه ما 3 دقیقه بیشتر باقی نمونده و وعده کرده بودیم که خدمت جناب استاد فاتح برمیگردیم و برخی از پروتکل ها را که به عنوان نمونه البته شما به 3 پروتکل اشاره کردین. جناب استاد فاتح گرامی در 3-4 دقیقه که باقی مونده در خدمت شما هستیم. اگر در ارتباط به صحبت های بیننده تعلیقی دارین در خدمت شما هستیم و الا بپردازیم به جناب استاد. شما به هر حال جوابشان جواب بعضی از دوستان را دادید. اگر سوال مهمی هست که از بینندگان میبینین که مهمه و نیاز به جواب داره که بنده جواب بدند، در غیر آن نخیر بفرمایید میریم سراغ پروتکل. جناب استاد پروتکل بعدی پروتکل چندم میشه؟ نظر به حساب شما پنجم میشه. شما هم حسابتون رو گم کردید، متوجه نشدم. پروتکل پنجم از طرف شما و 12 از طرف من. میگه که تسلط بر مطبوعات و پایگاه‌های خبرگزاری، ترقی در قاموس یهود، همبستگی در مطبوعات به صورت زنجیره‌ای، دامن زدن به خواسته‌های مردم در اطراف شهرها و روستاها و افشای خطاهای حکومت‌ها. جناب استاد شما دقت کنین در این موضوعات که یعنی فعلا یعنی همین مطبوعاتی که خودشان را یعنی میگن ما سخنگوی یک کشور اسلامی هستیم، فعلا در حال اجرای همین برنامه‌ها هستن یا نیستن؟ یعنی به صورت زنجیره‌ای، خیلی جالبه این حرف، خیلی جالبه، به صورت زنجیره‌ای برنامه‌ها به اینها داده میشه و به اینها القا میشه که حتی یک حکومت نمیتونه جلو این را بگیره، در حالی که این مطبوعات چی خبرگزاری‌های نوشتاری باشه، چی تصویری باشه، چی صوتی، اینها میگن که ما مردمی هستیم
ولی وقتی ما میبینیم جانبداری های سیاسی، جانبداری های قومی، جانبداری های نژادی، کلن نشانگر این موضوعه که اینها در حقیقت برنامه های زنجیره‌ای خودشان را از طرف یهود میگیرن و یهود به اینها برنامه میده و یهود و صهیونیست که فعلا پشت اینها محکم داره. یعنی جالب جناب استاد، حتی جناب استاد اگر اجازه بدیم، فقط در رسانه ها برنامه های اجرا میشه که با وضعیت و حال کشورهای در حال توسعه هیچ نوع همخوانی و سازگاری نداره. برنامه‌ای که در غرب و اصطلاح پیشرفته مادی در اونجا قابل اجراست، عین برنامه میاد در کشور عقب مانده مثلا مثل افغانستان یا کشورهای دیگر اجرا میشه. جناب استاد، مثلا در افغانستان همین دو حکومتی که حالا یعنی همین نظامی که مثلا 15 سال تقریبا میشه در حال اجرای و به شانه های مردم سوار شده، به زور و فعلا داره حکومت میکنه به سر مردم. شما اگر ببینین جناب استاد، در چند دوره، دوره اول و دوره دوم و سومی که شما میبینین، علما و دانشمندان اسلامی چندین بار جمع شدن، رفتن پیش این کسانی که خودشان را سران و رهبران و حتی یک رئیس جمهور بوده، رفتن پیش اینها و شکایت کردند که جلوه این رسانه‌های مبتذلی که فعلا در حال اجرای برنامه‌های یهودی است و اجرای برنامه اسلامی، خب خیر، اصلا برنامه اقتصادی برای مردم نداره، برنامه اجتماعی نداره، اخلاق جوانان را بد می‌کنه، آداب اسلامی و آداب اصلا همان کشور را از بین میبره و نابود میکنه در حال از بین بردن. جلو اینها را بگیر. میدونین که در جواب اینها چی گفتن جناب استاد؟ میدونین که در جواب اینها امین حکومت داران و سران حکومت چی میگن؟ میگن ما نمیتونیم جلو اینها را بگیریم. صریحا میگن، میگه ما نمیتونیم جلو اینها را بگیریم. وگرنه مثلا جناب استاد، من بارها هم گفتم، حتی در فضای مجازی، حتی در غیر جاها، فعلا مثلا در افغانستان بین وزارت اطلاعات فرهنگ، قانون اساسیش پیش من هست، قانون اساسی اطلاعات فرهنگ پیش من هست، یک بار هم تماس گرفتم حتی برای سخنگوی این وزیر، بیا دفاع بکن. این چیزهایی که امروز پخش میشه خلاف قوانین خود شماست، حتی همین قوانینی که خودتان ساختید خلاف مثلا ماده 20ش رو وقتی میبینی، یا ماده های اول و دوم، یا ماده هایی که در طول این قانون وجود داره، کلا مخالف این چیزی که امروز مطبوعات پخش میکنه. چرا جلو گرفته نمیتونه؟ جواب نداره، فرار میکنه. این میگه باید فلانی جواب بده، فلانی میگه باید فلانی جواب بده، و اون حتی کسی که در رأس قرار داره میگه من نمیتونم بگیرم. وقتی از اون سوال میکنن چرا نمیتونی، میگه اگر من جلو اینها رو بگیرم، حکومت های خارجی و حکومت هایی که امروز مثلا به افغانستان کمک میکنن، کمکشان رو میبندن. شما دقت بکنین جناب استاد به این پروتکل 12 و فعلا آنچه در جهان اسلام در حال اجرا بر سر مسلمان ها از طریق مطبوعات نوشتاری، گفتاری، حالا صوتی، تصویری و هر قسم دیگری که هست، امروز ببینین که در حال اجرا هست یا نیست. یعنی پس حمایت های مالی و کمک های مالی کشورهای غرب مشروط بر این است که باید این پروتکل های بنی صهیون یکی پی دیگر در کشورها پیاده و اجرا شه، و الا حتی در نظام رسانه ها این است که باید رسانه در سطح رشد فرهنگی و رشد اجتماعی و رشد اقتصادی یک کشور فعالیت کنه، و در رشد آموزش و پرورش، رشد بهداشت، رشد اقتصادی کشور سهیم شوه، گویه که در خدمت رشد و توسعه باشه، نه ای که مثلا برنامه مثل، اگر به عنوان مثال، برنامه مثل ستاره افغان چه نیازی داره ملت افغانستان یا حتی در کشورهای دیگر شبیه این برنامه های که از طرف صهیونیست ها مدیریت میشه مورد اجراست. جناب استاد فاتح گرامی، در پایان این برنامه از شما تشکر میکنم و همچنین از بیننده های عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما بودند و ما را همراهی کردند، و انشالله در برنامه بعدی به برخی از شاعر و عبادات یهود و همچنین فرقه های یهود اشاره خواهیم کرد. تا آن دمان لحظه همه شما سروران را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. Yeah.